تو ویدیوی اول در مورد تنظیمات کلی تلگرام با شما صحبت کردیم. در این ویدیو هم می‌خوایم که تنظیمات امنیتی تلگرام رو بررسی کنیم. وارد اپلیکیشن تلگرام بشین و به بخش تنظیمات برین و وارد بخش پرایوسی اند سکیوریتی بشین. تو بخش امنیت اولین مورد بلاک یوزره. تو این بخش میتونین کسایی که میخواین بلاک کنین رو وارد کنین. بخش بعدی در مورد لاستین هستش. لاستین برچسبیه که زیر نام کاربر در پنجره چت تلگرام ظاهر میشه و زمان آخرین ورود کاربر به تلگرام رو به نمایش میذاره. شما تو این بخش سه گزینه دارید: Everybody, My Contacts و Nobody. با انتخاب Nobody هیچ کدوم از دوستان شما در تلگرام آخرین بازدید شما از برنامه رو نمیتونن ببینن. همینطور میتونین فقط برای یک یا چند مخاطب آخرین بازدید خودتون در تلگرام رو نمایش بدین. برای این کار در قسمت Never Share With گزینه Add Users رو انتخاب کنین و فرد یا افرادی که دوست دارین آخرین بازدید برای اونها مخفی بشه رو اضافه کنید. تو قسمت بعدی میتونید برای تلگرام رمز عبور یا همون پسکد تعریف کنید. اگه این کار رو کردین، هر بار که بخواین از تلگرام استفاده کنین باید این کد رو وارد کنین. با این کار شما مطمئن میشین که اگه کسی وارد گوشی شما شد، امکان دسترسی به پیام‌های تلگرام شما رو نداره و حریم خصوصی شما حفظ میشه. پس گزینه Turn Passcode On رو فعال کنید و کد انتخابی رو وارد کنید. اگه به دلیل این کد رو فراموش کردید، باید اپلیکیشن رو پاک کنید و دوباره نصب کنید. البته در این صورت همه چت‌های خصوصی شما هم پاک میشه. اگر می‌خواید تلگرامتون هک نشه، همین امروز تایید دو مرحله‌ای رو فعال کنید. در تایید دو مرحله‌ای علاوه بر پیامکی که به گوشی شما میاد، یک رمزی رو تعیین می‌کنین که این رمز رو می‌تونین به همراه ایمیلتون به تلگرام بدین تا در صورت فراموش کردن در ایمیل اون رو بازیابی کنین. برای فعال‌سازی وارد بخش تو استپ وریفیکیشن بشین. بعد از وارد کردن رمز روی دکمه نکست بزنید. به مرحله پسورد هینت می‌رسید. تو این مرحله چیزی رو وارد کنید که باعث میشه رمز عبورتون به یادتون بیاد. باز زدن روی نکست به مرحله بعدی یعنی ریکاوری ایمیل برید. در این مرحله ایمیل اصلیتون رو وارد کنید و دان رو بزنید. اگر نمیخواین ایمیلی وارد کنین روی اسکیپ کلیک کنید. که البته ما این رو به شما توصیه نمیکنیم، چون در صورت فراموشی رمز عبور با ایمیل میتونیم به اون دسترسی داشته باشیم. حالا به ایمیلتون برین و روی لینکی که فرستاده شده کلیک کنید. پیغام موفقیت آمیز بودن فعالسازی امنیت دو مرحله‌ای رو در صفحه‌ای که باز میشه خواهید دید. از این به بعد امنیت اکانت شما در تلگرام بالاتر میره. قسمت بعدی اکتیو سشنزه. تو این قسمت شما میتونید دستگاه‌های متصل به حساب کاربری تلگرام خودتون رو ببینید. برای قطع کردن اتصال هر کدوم از این دستگاه‌ها میتونید روش کلیک کنین که پیغام Terminate this session نمایش داده میشه. اونو اوکی کنین و اتصال اون دستگاه رو از تلگرام خودتون قطع کنین. گزینه آخر مربوط به حذف اکانت تلگرام شما میشه. شما میتونید مشخص کنین اگر یه مدتی از تلگرام استفاده نکنین به طور خودکار اکانت شما پاک بشه. اگر هر زمان تمایل داشتین اکانت تلگرام خودتون رو حذف کنین به این آدرس برید. بعد از ورود به وبسایت شماره موبایلتون رو به همراه مثبت 98 که کد ایران هست وارد میکنین و روی نکست کلیک میکنین. تو این مرحله یه رمز عبور به تلگرام شما ارسال میشه که رمز مورد نظر رو باید در کادر پسورد وارد کنین. تو صفحه جدید روی گزینه Deactivate Account کلیک کنین. در مرحله بعدم گزینه Done رو انتخاب کنین. در مرحله آخر یک پنجره برای شما باز میشه که برای حذف اکانت تلگرام خودتون باید روی گزینه Yes, Delete My Account کلیک کنید. حالا که در مورد تلگرام این همه باهاتون صحبت کردیم، میتونین تواناتک رو از طریق کانال تلگرام توانا دنبال کنید. اگه سوال و ابهامی هم داشتین، کارشناسای تواناتک رو میتونین از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی بهشون دسترسی داشته باشید.